دادایی که ما اینجا داریم. اول بیایم این داده ها رو مرتبش کنیم. میانه، میانگین و چیزهایی که لازمه رو به دست بیاریم. مرتبشون کردیم. از 0 تا 22 مرتب شده. داده وسطی که 12 باشه شده میانه. چارک اول ما 10، چارک سوم ما هم 18. پس مشخص. می‌خوایم بریم که میانگین مجموع داده رو حساب می‌کنیم. 189 تقسیم می‌کنیم به تعداد دادایی که داریم اینجا 15 تاست دیگه. میشه 12 و 6 میشه چی؟ میانگین دادا. میانه 12، میانگین دادا 12 و 6، چارک اول 10، چارک سوم ما هم 18. حالا بریم سراغ جواب. میگه این داده ها رو طوری تغییر بدید که میانگین و انحراف معیار بیشتر بشه، اما میانه و چارک اول و چارک سوم تغییر نکنه. برای اینکه میانگین انحراف معیار بیشتر بشه، من باید یه داده دورافتاده داشته باشم. داده دورافتاده بچه چی بوده؟ مثلا این عدد چنده؟ 22. یه داده بدم که خیلی فاصلش با اینو زیاد بشه که این بیاد چیکار کنه؟ میانگین و انحراف معیار رو تغییر بده، زیادش کنه، اما میانه و چارک رو تغییر نده. پس من میام از یک داده دورافتاده استفاده میکنم. مثل چی؟ مثل 5. مثلا داده آخر رو میام از 22، تغییر میدیم به 5. این اتفاق اون چیزی که خواستیم انجام میدیم. فرض کنیم میخوایم دو نفر در این دو نفر دیگه رو به این مجموعه اضافه کنیم طوری که میانگین و میانه تغییر نکنه. باید چیکار کنیم؟ وقتی دو نفر اضافه میشه میانگین بخواد تغییر نکنه، پس باید اون دو نفری که داره اینجا برای ما جواب میدن مجموع اونا یه طوری باشه که میانگین رو ثابت نگه داره. یعنی جمع اون دوتا در حقیقت از این میانگینه ما میام چیکار میکنم؟ سه تا از میانگین بیشتر انتخاب میکنم، سه تا از میانگین کمتر انتخاب میکنم. میانگینمون که 12 و 6 بود، میام سه تا بهش اضافه میکنم. 12 و 6 داشتیم، سه تا بهش اضافه میکنم، سه تا ازش کم میکنم. چرا دقیقا این کار رو انجام میدم؟ چون میخوام میانه منم ثابت بشه، میانم سر جای خودش باشه. پس مثلا میارم رو 15 و 6 و سه تا هم کم کنیم 9 و 6. پس اون دو نفری که میخوام بیان بالا این اطلاعات رو برام داشته باشن. میانگین داده ها 12 و 6. میتوان دو داده رو طور انتخاب که 3 واحد از میانگین بیشتر 3 واحد هم کمتر، همونطور که گفتیم، مثل 15 و 6 و 9 و 6. از طرف دیگه هم چون وسط عوض نشده میانگین هم تغییر نمی کنه. یه مثال دیگه. این بار میخوایم در مورد نمودارا بیشتر صحبت کنیم. بچه ها یادشونه که وقتی نمودار اینجوری میکشیدن یه مستطیل یه دونه خط بالا، این مستطیل ها عملا میانگین بودن و این هم چین بوده؟ انحراف معیار. میگه با توجه به تأثیر کمیت و کیفیت خواب بر یادگیری ندا و آوا، در مطالعه با بررسی تمام دانش آموزان 3 کلاس پایه 10 میانگین میزان خواب این دانش آموزان در هفته گزارش شد. کلاس 1، کلاس 2، کلاس 3. میانگین کلاس 1 یه چیز بین 6 و 8. حالا عددش تقریبا اگه نمودار دقیق‌تر هم باشه میتونیم مثلا مشخص کنیم این مثلا 6 و 8 یا 7. بعد انحراف معیارش هم مشخص کرد اون بالا. کلاس 2 میانگینش یه عدد بین 8 تا 10، انحراف معیارم مشخص کرد اون بالا. کلاس 3 هم همینطور. از ما پرسیده که چه عوامل ممکنه که هنگام گردآوری دادن نتایج رو از واقعیت دور کنه. خب دانش آموزا جواب درست به ما ندن. جواب واقعی نباشه، یکی از اتفاقاتی هستش که ممکنه که چه این مشکلات رو پیش بیاره. نوع کمی و کیفی مقیاس اندازه‌گیری متغیر. خب کمی که بحث متغیر کمی تو بحث عدد باش سر و کار داری، مقیاس اندازه‌گیری هم که استفاده میشه صفر مطلق توش داریم، بس میشه چی؟ نسبتی. با استفاده از اطلاعات اومدیم چیکار کردیم؟ توی یه جدول قرار دادیم. میانگین و انحراف معیارشون هم اینجا مشخص شده که میانگین کلاس اول 7، انحراف معیارش 1. بعد میانگین کلاس 2 9، انحراف معیار 2 8. کلاس 3 میانگین 8 و انحراف معیار 1 8. چه کسانی میتوان در بهتر شدن این مطالبه ما کمک کنند؟ طبیعی که والدین دانش آموزا یه سری افرادی هستن که خیلی خوب میتونن به ما کمک کنن تو این امر. یه مثال دیگه ببینیم. مدرسه برای ترویج فرهنگ کتابخوانی از 2 سال پیش به غیر از دانش آموزان مدرسه از خارج از مدرسه نیز عضو میپذیره. یه سری نمودار اینجا به ما داده و چیا از ما میخواد؟ خب اینجا مشخصه که 2 سال پیش دانش آموزان مدرسه رو با رنگ نارنجی نشون داده و اون مالا مثلا فیروزه‌ای رو میگیریم سایر اعضا. پارسال و امسال مشخص کرده که مثلا در 2 سال پیش سایر اعضامون 60 بودن، دانش آموزان مدرسه 20 بودن. پارسال دانش آموزان مدرسه بیشتر شدن چند تا 30 تا اعضا.